راجع به پراپرتی. با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون آی تی سی، اسد زری مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون آی تی سی که امروز در خدمت شما میتونیم از این برنامه در خدمت شما باشیم. بله، پیش از آغاز گفتگومون حضور شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه صرفا جنبه اطلاع رسانی داره، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نمیاد. اگه میخوایم مشورت حقوقی داشته باشیم این مشاوره رو میتونیم با شما تلفنایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفترشون تماس بگیرید، مشاوره انجام بدید و از حق و حقوق خودتون دفاع کنید قبل از اینکه دیر بشه. دکتر راجب، قبل از اینکه برنامه بسش آرمش بشه، ما صحبت از پراپرتی کردیم. الان فصل پراپرتی، الان مثلا نرخ بالاست پایینه، چجوریه؟ خب پراپرتی که خب ماشاءالله الان فصل خوبیه برای عزیزانی که بخوان بخرن. یه مقدار مارکت تقریبا میشه گفت خوب شده برای عزیزان و حالتی داره که قیمت‌ها یه مقدار نسبت به 3 ماه پیش 4 ماه پیش یه مقدار اومده پایین در بعضی از مناطق GTA و این فرصت خوبیه که اگه عزیزان بخوان خونه برای خودشون بخرن و زندگی رو در یه خونه شروع بکنن، شاید الان فرصت خوبیه که این کار رو بکنن. در ضمن هم یه مقداری امروز میبینیم که مولتی آفرها کم شده، یعنی ما در دسامبر سال گذشته یا همین ژانویه امسال شاهد مولتی آفرهای زیادی برای خرید خونه بودیم که یه خونه که میمد توی مارکت مولتی آفر میشد، ولی امروزه میبینیم که به خاطر تغییر بهره سای دکتر درسته؟ ولی خب عوامل متعددی وجود داره که چیز کرده باعث این شده که مقداری بهره رو بردن بالا مقداری. والا بهره ها اسمش بالاست ولی من فکر نمی کنم در مجموع تاثیر نمیشه. یه درصد در مثلا شما یه وام 400 هزار دلاری بگیرید، حالا یه درصد بره بالا میشه سالی 4000 دلار. 4000 یه سالی یه درصد 4000 دلار رو تقسیم بره 12 بکنی میشه ماهی 350 دلار. فکر نمی کنم 350 دلار باعث بشه که یکی پای خونه رو نخره، بلکه عوامل زیادی وجود داره که وقتی این عوامل کنار هم میذاری باعث میشه که یه مقدار شه. یکیش همون به نظر من رشد بی دلیل خونه بود که یفه به طوری بود که یه عده گفتن دست نگه داریم چه دلیل داره اینقدر بدویی تون تون بریم جلو. یعنی یه خونه میومد، من خودم به عنوان نمونه یه خونه بود 1,095,000 دلار قیمت اپرایز شده به وسیله فردی بودی دقیقا مارکت رو روش کار میکرد، قیمت همون قیمت مارکت رو داد، ولی فروشنده مایل نبود. این بحث تقریبا میشه گفت سپتامبر اکتبر 2021 بود و اینا نفروختن ملکو با امید که قیمت میره بالا و قیمت رفت بالا به طوری که به اصطلاح اومد توی خونه توی مارچ اومد توی مارکت، قرار بود توی فوریه بیاد توی مارکت خونه رو خونه مورد نظری که من دارم نظر میدم، این نتونستن توی فوریه بیارن به هر دلیلی. قیمت روی فوریهش بود 1.4 الان تو مارچ و بعد تو مارچ به دلیلی که تعداد خونه ها یک دفعه توی مارچ زیاد شد از اوایل مارچ، شاید تو منطقه ای که من دارم عرض میکنم که تو منطقه وانم بود تعداد بسیار زیادی اومد خونه 1.4 اومد تو بازار 1.25 فروخته شد 1,250,000. ولی نیومد پایین به دلیل اینکه قیمت اصلیش توی سپتامبر اکتبر 2021 بود 1,095,000 دلار. بله الان بازم 1,250,000 دلار فروخته شده اباف اون قیمت در عرض 3 ماه 4 ماه. یعنی یه ما رشد مبلغی داریم به حدود 170,000 دلار بالای عرض 3 ماه. یعنی اگه درصدی هم بگیری خیلی زیاده. خیلی زیاده بله. حالا حساب کن اگر خونه نمی اومد تو مارکت، ایشون تنها خونه بود 1.5 ایجنت هم بودن فروخته میشه، آخه یک دفعه 40-50% در عرض چند ماه این رشد به خاطر اینکه مثلا تولید خونه ملک و املاک و اجساد تو بازار زیادتر میاد. ببینید مشکل که هست اینه که رشد معقولی که ماها در کانادا داشتیم همیشه سالی 4%, 6%, 7% بوده
ولی در عرض چند ماه شما یه رشد چندی می‌بینید؟ بیشتر از 30 درصدی؟ این غیر قابل قبوله. یعنی مثلا اینم هست که نرخ‌ها یه دفعه کشید بالا، حالا اومد پایین تا برسه به یه جایی که چی بشه. الان بهترین موقعی که اگه می‌خوان کسی بخره به بازسازی کنه، حتی می‌دونید که خب بازسازی هم الان ما مسئله داریم رو مسئله خونه‌های بازسازی. خب عزیزان میان چند نفر میان یه خونه ای رو میخرن، خب بحث میاد که حالا به نام یک کم میخرن، به نام چند نفر نمیخرن، به نام یک نفر میخرن که این خونه رو بازسازی کنن، رنوویتش کنن یا بسازن کلا. یعنی خب این بحث پیش میاد که اگه به نام یک نفر باشه چه اتفاقی میفته در عرض 5 ماه 6 ماه یه سال آینده؟ خدای نکرده یکی از شرکا که خونه به نامشه نخواد خونه رو بفروشه، یا بخواد اجحاف کنه نظر خودش رو به دیگران، یا اصلا میگه که میدونی چیه؟ چقدر شما دادید؟ 500 تا این 500 تا برو بیرون، من اجازه نمیدم که شما چیز بکنید، و بخواد تمام سوده که در طی این مدت بر اساس رشد مارکت و اینکه بازسازی کردن رو بذاره جیب خودش. عجب. یعنی ما الان مشکلاتی که داریم همینه که بعضی از عزیزان میان رو رسوم ایرانی با هم دیگه دست میدن، میگن خب مثلا من پدرم پدر ایشون رو میشناخته تو بازار ایران، و حالا چون پدرمو میشناخته ما میایم حالا یه خونه رو میخریم و با هم شروع میکنیم سازسازی کردن. حالا چیکار بکنیم؟ به نظر من این بزرگتره اشتباهه که این عزیزان عروض اول نیان روابط حقوقیشون رو مکتوب بکنن. این رابطه حقوقی که مکتوب میشه نیاز نداره که ما به دولت رسمیت که بدن، دیگه نیازی ندارن که نگران باشن، چون از نظر حقوقی طرف درگیره، نمیتونه حقه بزنه کرک بزنه. ما حالا میگیم که میخواد به دیگری اچاف کنه، نه کلک اسمش میزنه نه حقه بازی. البته ولی عملا همینی که شما میگیه، عملا اینه که یکی میاد بعد از مدت احساس میکنه چون خونه منام بشه میتونه هر کاری تو اون خونه بکنه، چون خونه به نامشه میتونه ایجنت انتخاب کنه، چون خونه به نامشه میتونه رنتش بده، چون خونه به نامشه میتونه بره توش بشینه، چون خونه به نامشه هر موقع دلش خواست میفروشه، و انتهای کارم هر چقدر دلش خواست به طرف مقابل میده. بله این من اینو ما دیدیم هست، این مشکل رو ما دیدیم هست. بله شما به عنوان یک وکیل حتما دیدین که یه چنین اتفاقاتی افتاده. آدم معمولی به اون صورت متوجه نیستش که حواسش نیست، فکر میکنه که با یه دست دادن، با شناخت مثلا قبلی، با اون کسی که سالها میشناخته و مورد اطمینانش بوده وارد یک معامله میشه، بعد نگاه میکنه که کلک میخوره، حالا اجحاف میشه در حقش. ولی آقای دکتر تجربه دارن، وکیلن، نمونه های زیادی رو دارن که بهترین راه اینه که با یک وکیل حتما تماس بگیرید. کار از محکم کاری عیب نمی کنه، جلوی ضرر رو از هر کجا که بگیرید منفعت برمارید. وقتی که رسمیت بدین و مکتوب بشه به صورت نوشته باشه، خب مسلمه که از نظر قانونی شما حق و حقوقتون محفوظه. ببینید مطلبی که وجود داره اینه که ما در دفتر خودمون سال هاست که این کار رو میکنیم که برای عزیزانی که میان یک خونه رو میخوام بخرن به عنوان شریک، یه موقع هست این شرکا میتونن مادر و پسر باشن که ما این قرارداد رو تنظیم کردیم، بعضی مواقع میتونن پدر و پسر باشن، بعضی مواقع بین دوستانه. ما این قراردادها رو دائم به عنوان یک رویه انجام میدیم که اصطلاحاً بهش میگیم تراست اگریمنت. تراست اگریمنت یعنی اینکه یک نفر خونه رو خریده یا 100% مالک خونه هست، کسی که اسمش روی خونه نیست. که همین هفته پیش برای یک پدر و پسر ما این انجام دادیم که شرایطی وجود داره که فرد نمیتونه اون خونه رو بخره، مالک بشه و اسمش بره روی تایتل، بر عنوانی که حالا میخوایم چیز کنیم به اسم خودش نمیتونه بخره، به اسم خودش نمیتونه بخره، یا ممکنه وام بهش ندن. لذا ما در اون قراردادها مشخص میکنیم که واقعا ملک ملکیه و مالکان اصلی یا دو نفرن یا سه نفرن یا یک نفره. بعضی موقع هست که سه تا شریک میان، هر کدومشون با درصدهای مختلف وارد پرونده میشن و تو اونجا مشخص میکنیم که هر شریکی باید چی کار بکنه، تعهدات شرکا رو هم مشخص میکنیم، منافعی هم که شرکا میگیرن باید مشخص بکنیم.
بعضی مواقع هستش که خونه به نام یک نفره، رفتن خونه رو کوبیدن ساختن، بعد از ساختن هم فروختن، پولا رو هم به طور کامل تقسیم کردن. به نظر شما مشکلی که اینجا پیش میاد چیه آقای زریمه؟ بعد از 3 سال، بعد از 4 سال؟ نمیدونم. مشکلی که ریبونی کنده میاد میگه که این خونه که شما ساختید، این خونه، خونه تجاری بوده. کپیتال گینش کو، اچستیش کو. به طب اگر شما قرارداد نداشته باشید، پولا رو تقسیم کرده باشید، اون دو نفر دیگه میگن به ما چه ربط داره؟ بله. ما یه اومدیم، ما پولا رو خرج کردیم و دیگه نمیتونیم. ما نه، ما سرمایه گذار بودیم، فقط فایننس کردیم یه پولی رو، قرار بود اینقدر ببریم بردیم. ولی اگر شما قرارداد داشته باشید، میتونیم قرارداد استرا که میگه اوکی، ریوینیو کننده اومده منو آدیت کرده. بر اساس آدیتش و اسنادی که بهش داده شده، ما امروز شاهد اینا زیاد هستیم که بسیاری از کسایی که وارد خونه ها شدن و خونه سازی کردن از طرف دیگران و دو نفر سه نفر، الان همه دارن آدیت میشن. سوال دیگه، دولت کانادا دقیق اومده با اسناد مدارکی بررسی کرده، متوجه شده که تو این سرمایه گذاری که انجام شده، سرمایه قانونی هم هست، تخلف نکرده. فقط دولت معتقده که تو اینجا باید اینا تکس بدن. یک، کپیتال گین باید بدن. دو، باید اچ‌اس‌تی بدن. خب سوال عمده اینه که اچ‌اس‌تی که اگه قرار باشه به یه خونه 2 میلیونی بخوره، 13% مبلغ قابل توجهه. بله. دومین مطلبی که وجود داره اینه که اگر که کپیتال گین بهش بخوره، خب خونه رو ساختید، زحمت کشیدید، روش 500,000 دلار استفاده کردید، کپیتال گینه. اگر کپیتال گین بهش بخوره، مبلغ قابل توجهی تکسه. اگر شما به عنوان مالک و به عنوان شریک یا هر عنوانی که بودید، اگر پروتک نکرده باشی و تکس رو در نظر نگیری، مشکلی که پیدا میشه اینجا اینه که طرف میگه به من ربطی نداره، تکس شریز من. من یه سرمایه‌گذار بودم، 20% این خونه رو گفتم پولش رو میدم، اینم 20,000 دلار من که قرار نبود تکس بدم که. پس نتیجه میگیریم که همه چیز باید قانونی باشه، همه چیز از طریق وکیل باشه. یک نکته دیگه هم که هست در رابطه با حرف شما اینه که اگر فرض کنیم طرف واقعا قابل اطمینان باشه و هیچ مشکلی هم نباشه، اما بیاد از نظر سلامتی یا مثلا هوش و حواسش از دست بده یا خدای نکرده فوت بکنه، خدای نکرده، باید مدرکی چیزی باید باشه که ورثه مجبور بشن که اون پولو بدن. بله. ببینید مشکلی که ما وجود داره این که همیشه فکر میکنیم که مرگ برای همسایه است. بله. فکر میکنیم مشکلات مال دیگرانه. ما امروزه بعد از 20 خورده سال، بیش از 21 سال کار وکالت کردن، دیدیم که همه مشکلات مال عزیزانه، مال شما بیننده است. به عنوان کسی که سرمایه‌گذاری می‌کنی، به عنوان کسی که وارد زندگی میشی، به عنوان فردی که به عنوان همسر هستی تو زندگی، به عنوان که پدر بچه هستی، با مدرسه مشکل، در یک مقطع مختلف شما با مشکلات حقوقی و وکیل و دادگاه سر کار دارید و وجود دادگاه و وکیل بد نیست، بلکه برای جلوگیری از اینکه احقاق و حقوقتون از بین نره. سوالی که مطرحه اینه که اگر شما وارد سرمایه‌گذاری میشید چه اشکال داره؟ شما بیاین قرارداد بنویسید، مشکلاتتون رو به یه وکیل مجرب و با تجربه تو این زمینه مطرح کنید. آقا ما 3 نفر می‌خوایم شریک بشیم، شرایطی که میتونه ما رو پروتک کنه چیه؟ ما چه حقوقی رو داریم؟ با کمترین حد ببینید، شما اگر بخوایم وارد ریوینیو کننده بشیم، برای ریوینیو کننده بیاد توی مسئله اقتصادی که بهتون گفتم، بحث سرمایه‌گذاری که گفتم، بیاد به شما هزینه سنگین رو جریمه بکنه و بتونه ثابت بکنه، من نمیگم ثابت بگه هست، بلکه بگه بتونه ثابت کنه که شما باید این پولو بدید. خب گرفتن پول از کسی که بعد از 3 سال 4 سال خیلی سخته، ولی که قرارداد داشته باشی، تو قرارداد نوشته شده که اگر که به شما جریمه بخوره یا مشکلات حقوقی بشه، شرکا در ضرر شریکن به نسبت سهمشون. من 20% سرمایه گذاری کردم، دوستم 40% کرده، اون یکی دوستم هم 30% کرده، یه دوست دیگه هم 10% کرده، هر کس به نسبت سرمایه‌ای که گذاشته و سهمی که میبره، به همون پورشنی که داره باید مسئولیت داشته باشه، متعهد باشه که خسارت‌ها رو پرداخت کنه. بنابراین به نظر من شما حتما زمانی که وارد سرمایه‌گذاری اینجوری میشی، با یه وکیل مشورت کنید،
هزینه های وکیل در اون مقطع میگه چقدر هست. شاید 1000 هزینه های جانبیتون باشه در کل سرمایه گذاری که میکنی. بله، وقتی مثلا یه وقتی نگاهمونی که رو درواسی میذاره میگه فلان کسی که میشناسیم قابل اطمینان بله قابل اطمینان هست، ولی مثلا که مسائل بعدی ممکنه پیش بیاد که ایشون هیچ اختیاری نداشته باشه، خودش ممکنه مشکلی داشته باشه، بنابراین این رو درواسی ها رو باید بذارن کنار و بتونن بگه من همه چیز قانونی میخوام. اینجا حساب کاکا برادر. باید وقتی که به پای معامله میشه و شما پول میذارید، باید وقتی که پول میذارید حتما رسمیت بدین بهش، قانونیش بکنید، حتما با یک وکیل تماس بگیرید، از سرمایه گذاری خودتون محافظت کنید، حفاظت کنید. بله، من همطور که عرض کردم، ببینید بحث سرمایه گذاری، بحث شراکت در این کشور یه بحث ساده ای نیست و خدای نکنه اگه شما پاتون به دادگاه ها کشیده بشه بدون سند، شاید صدها هزار دلار باید خرج بکنید تا برسونید خودتون به این مقطع. ولی اگه قراردادی داشته باشید که نشون میده که شما وکیل داشتید، طرف مقابلتون هم وکیل داشته، دقیقاً ماهیت قرارداد مشخصه، چون توسط یک وکیل مجرب این قراردادها نوشته میشه، ترمها تعهدات کاملاً واضح و مشخصه. از این لحاظ که اگر خدا نکرده فردا اتفاقی بیفته، شما میدونید که حقوقت حفظ شده است. به معنی که این قرارداد رو با شریکت اختلاف پیدا بکنی، اولین کاری که میکنی اینه که موقعی که میخواد خونه فروخته بشه، جلوی فروش خونه رو میگیری و پول توقیف میکنی در تراست اکانت و ریل استیت لویر. با حکم دادگاه، حتی اگه قراره که خونه فروخته بشه، شراکت فروخته، با حکم دادگاه، با نشون دادن که شما اینترستی دارید که اینترستتون واهی نیست، سند قضایی وجود داره که این سند تراست، ما بهش میگیم تراست اگریمنت، این قراردادی تنظیم شده که تعهدات شما رو مشخص کرده، برای دادگاه دیگه دنبالی نمیگه که واقعا شما سرمایه گذاری کردین، واقعا شما سرمایه گذاری، جای سوال نیست، سند داره نشون میده شما سرمایه گذاری کردین و به تبع دو قوه قضاییه به راحتی میتونه به ادعای شما رسید کنه. و اگر قرار بود که مثلا شما در مراحل مختلف ده ها بار برید و هزاران دلار خرج بکنید که بعضی مواقع به بالای 100,000 دلار میرسه، این هزینه های شما رو کم میکنه. به محض که پول قفل بشه توی تراست اکانت لویر با حکم قضایی، اونجا طرف مجبور میشه که کرنش بکنه و بیاد خسارت هایی هم که به شما داده، از جمله حقوقی که مثلا شما در اون مطلب و هزینه هایی که مصرف کردین رو به شما پرداخت بکنه. به هیچ عنوان هر نوع سرمایه گذاری، هر معامله‌ای که پولی در جریان باشه و پول رد و بدل بخواد بشه، حتما باید قانونی باشه، حتما به صورت رسمی در بیاد که برای آینده مشکل شده مشکل پیش نیاد، پیش نیاد چه بهتر، ولی برای محض احتیاط، برای جلوگیری از ضررها و زیانهای احتمالی باید مشورت کرد، باید با وکیل صحبت کرد، باید رسمیت داد به اون معامله. و ببینید خبر قشنگی زدید، برای اینکه پیشنهاد تراست اگریمنت یک عامل بازدارنده است، باز میداره از اینکه طرف بخواد تخلف کنه، چون اگه طرف مقابل بخواد طرف تخلف کنه وجود خود قرارداد، و اینکه این قرارداد میبره پلو وکیل خودش میگه میخوام این تخلفات بکنم، کار کنید کنید، آیا فکر میکنی که میتونی تخلف بکنی؟ آیا با وجود این شرایط که نوشته شده تخلف بکنی، هزینه های طرف مقابل هم باید بدی؟ به تبع بهش پیشنهاد میکنم هیچ وقت این کار نکن. ما چندین قرارداد داشتیم که یکی از طرفین یه ذره شیطونی کرد، ولی به محض اینکه با وکیل صحبت کرد و مجبور شده که مثلا با دفتر منم تماس بگیرن، دیدن که چاره ای ندارن جز اینکه قرارداد اجرا کنن، بعد از که معامله تموم شد، ترانزکشنشون تموم شد، ملکو بفروشن، هر کی بره سمت خودش. ولی حقوق فرد باید تنظیم بشه، اخلاق عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، زمان عوض میشه، آدم‌ها اخلاقشون عوض فوت میشه، میکنه هم فوت میکنه، بله، مشکلات پیش میاد. بنابراین برای هر نوع معامله که پولی درگیر باشه حتما باید اومد سراغ وکیل رفت. از شما سپاسگزاریم به خاطر اطلاعات جامعی که میدین آقای دکتر. من از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به من میدید که من بتونم مسائل حقوقی رو در اختیار جامعه عزیز ایرانیمون در کانادا بذاریم که بتونن استفاده بکنن و مشکلات آینده بتونن جلوگیری بکنن. بله، امیدواریم که این برنامه مفید افتاده باشه و شما استفاده های لازم کرده باشین، و اگر مشورتی میخواین لطفا با شما تلفنی که میبینید تماس بگیرید و تا مشکلاتتون حل بشه حتما برای هر نوع معامله‌ای برین سراغ یک وکیل با تجربه و
کار کشته. از اینکه بیننده ما بودین از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد خدا نگهدار. خداحافظ.